سلام، من هستیم. خوش اومدید به ویدیوی دیگه از چنل من. داخل این ویدیو میخواییم درباره ریشه های هنری معماری مدرن صحبت کنیم. به طور کلی این ویدیو قراره که درباره هنر انتزاعی، کوبیسم و فیوچریزم باشه و قراره پارت دومی هم داشته باشه این ویدیو که سه تا ریشه هنری بعدی هم درباره معماری مدرن توی اون یکی ویدیو درباره صحبت میکنیم. خب اولین مبحثمون هنر انتزاعیه که یکی از مهمترین دستاوردهای هنری مدرنه. از نظر سیر تاریخی از بعد از امپرسیونیزم، هنرمند بیشتر از اینکه بخواد منتقل کننده جهان بیرون باشه، بیشتر صاحب نظر بود و احساسات خودش رو سعی میکرد که بیان کنه و دوست داشت اون چیزی که خودش بهش فکر میکنه رو نشون بده. در واقع هنرمند یه چیزی بین پدیده بیرونی و آفرینش اون چیزی که در درونش بود قرار داشت، چون که ارتباط بصری آثارش با دنیای بیرون از بین رفته بود و در واقع این هنر انتزاعی بود که به یک باره از کالبد هنر رسمی رها شده بود. هنر انتزاعی در واقع شیوه فرمالیستی بود که از دل شیوه های اکسپرسیونیستی سر برآورده بود و نهایتاً به نابترین جریان مدرنیستی تبدیل شد و در این هنر ساختارهای اولیه و پیوندهای بنیادین جهان هستی و جهان معنا به بحث گذاشته شد. خب بریم سراغ کوبیسم که یکی دیگه از جریان‌های خیلی تاثیرگذار در هنر قرن بیستم بود. و این سبک در سال 1907 توسط پیکاسو و براک بنیان‌گذاری شد. کوبیسم محصول نگرش خردگرایانه به دنیاست و پیشگامان کوبیسم عمدتاً طبیعت بیجان و موضوع کار خودشون قرار میدادن. اونا از برداشت‌های عاطفی و شخصیشون درباره اشیا امتناع کردن و با استفاده از خرد و شناختشون صرفاً اشکال هندسی و ترکیب‌هاشو استفاده کردن و اونا به این شکل جنبه‌های دیده نشده از پدیده‌های مختلف رو تونستن به نمایش بذارن. حالا این یعنی چی؟ یعنی که اونا جسم‌ها و حجم‌ها رو بدون اینکه سه‌بعدی کنن با پرسپکتیو روی کاغذ دو بعدی میتونستن نمایش بدن و جوانب متفاوت یه شیء رو به سطوح مختلف هندسی تجزیه میکردن. و اینجوری مفهوم جدیدی از فضا رو توی تصاویر پرسپکتیوی توسعه دادن. توی این روش یه شیء فقط از یه نقطه نشون داده نمیشد و توی یک تصویر یه شیء رو از نماهای مختلف به صورت همزمان نشون میدادن و به این ترتیب تونستن حرکت و زمان رو وارد نقاشی قرن بیستم کنن و اینطوری شد که دیگه خود اون موضوع اهمیت نداشت و اون چیزی که اهمیت داشت خطوط بودن که ناشی از ذهنن و قصد داشتن که اهمیت مغز رو نشون بدن. خب میرسیم به جنبش فیوچریزم. این جنبش در سال 1909 در میلان ایتالیا شکل گرفت. این جنبش همزمان با کوبیسم مطرح شد و در اون زمان یک شاعر ایتالیایی به اسم مارتینتی اعلانیه فیوچریزم رو داخل روزنامه مطرح کرد. مارتینتی اصل زیبایی رو در حرکت و سرعت میدونست و گروه های فیوچریزم هم بیشتر در ایتالیا و در دوران فاشیسم شکل گرفتن. این جنبش یک حرکت نو در نقاشیه و سعی میکنه اون چیزی که قابل مشاهده نیست مثل سرعت، نور و شتاب رو به نمایش بذاره. این جنبش زوایای دید و وسعت داد و به دلیل دخالت بعد چهارم به دنبال وحدت فضا و زمانه. فیوچریستا با نفی گذشته به تاریخ پشت میکنن و سنت‌ها رو کنار میذارن و به جامعه صنعتی و دنیای ماشینی امتیاز میدن. پس اساس کارشون جدایی از گذشته، مبارزه بر ضد سنت کلاسیک و پرستش ماشینه. با این جنبش معمارا متوجه شدن که اون چیزی که برای نوآوری اهمیت داره شروع از نقطه صفر و حذف سنت، گذشته و تاریخه. اونا تاکیدشون بر روند تغییر بود و زیبایی رو در حرکت میدونستن، به همون شکلی که در مجسمه های بوچونی تمام عضلات بدن در یک حرکت چرخشی هستن. نقاشان فیوچریستی تحلیل فضا با سبک کوبیست رو پذیرفته بودن، ولی با تکرار اشکال بر سطح بوم نقاشی سعی میکردن اون ترکیب ایستای کوبیستی رو حرکت بدن و متحرکش کنن.
همزمانی سبکی بود که از تکرار تصاویری که روی همدیگه قرار می گرفتن ساخته می شد، مثل اون چیزی که در یک سکانس فیلم استفاده می شه و اونها از این روش برای ایجاد حس حرکت در آثارشون استفاده می کردن. این رویکرد هنری که الان گفتم هسته اصلی نقاشی فیوچریستی حساب می شد. اونا از اولی مدافعان مفهوم جدید فضا بودن و سعی میکردن فضا رو به شکلی تجسم کنن که ناظر بتونه خودش رو تو مرکز تصویر حس کنه. یکی از مهمترین آثار فیوچریستی که تونسته به زیبایی این مفهوم رو توی اثرش برسونه، اثر بطری در فضا میشکفت از بوچونیه، که توی این اثر این بطری به شکلی شکفته شده که دیگه مرز بین فضای بیرون و درون از بین رفته و فضا به شکل یک شیء پویا و ملموس به نمایش گذاشته شده. با ورود سنت الیا به این جنبش در سال 1914 و انتشار اعلانیه معماری فیوچریستی در همون سال، رسماً ورود فیوچریزم به معماری شروع شد. در اون سال یک نمایشگاهی از آثار اون توی میلان برگزار شد و توی اون آثار شهرهای جدید و آموزه‌های انقلاب صنعتی تجلیل شد و حرکت و پویایی به عنوان دو عامل مهم و تعیین کننده شهرهای جدید معرفی شد. سنت الیا نوعی معماری رو تعریف می‌کنه که تو اون شیوه از معماری روی بناها آسانسور قرار داره که به این شکل اون حرکت رو وارد ساختمون و فضاها میکنه. یه کار دیگه هم که اون انجام میده اینه که از زیر بناها، بزرگراها و متروها رو عبور میده که با این شیوه اون به حرکت تاکید میکنه. به این شکل معماری با فضاهای شهری تلفیق میشه و اون یک ایده طراحی رو برای شهرهای جدید ارائه میده. 14 سال بعد از اون یک نقاش و روزنامه نگار ایتالیایی به اسم کولومبو در تورین ایتالیا یک نمایشگاهی رو برگزار میکنه که توی اون نمایشگاه آثار هنرمندایی رو قرار میده که همه اون هنرمندا دغدغه گفته شده معماران و هنرمندان فیوچریستی رو داشتن و جنگ جهانی اول هم نقطه پایان فیوچریسم ایتالیایی بود. با اینکه جنبش فیوچریزم مدت خیلی کوتاهی به عنوان یک جنبش آوانگارد مطرح بود، ما نمیتونیم منکر تأثیرش بر جنبش‌های هنری مدرن آمریکا و اروپا در قرن 20 بشیم. خب واسه این ویدیو همین سه تا خاستگاه هنری رو بررسی کردیم برای معماری مدرن. توی پارت دوم این ویدیو بقیه سه تا خاستگاه هنری باقی مونده رو بررسی می‌کنیم و لازم به ذکر که این ویدیو از کتاب معماری غرب اثر امیر بانی مسعود و کتاب معماری باغ منظر اثر هما بهبهانی گرفته شده. ممنونم که این ویدیو رو دیدید. اگه که دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اگه هم که علاقه داشتید میتونید پیشنهادات یا اعتقاداتتون رو و کلا نظرتون رو در کامنت بگید. ممنون و تا ویدیوی بعدی. فعلا.